آقای بلیده‌ای دادگاه استکهلم رأی خودش رو صادر کرد. حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت به حبس ابد محکوم شد. ولی حمید نوری تنها در اون سالها یک مجری بود. کسانی که دستور این اعدام‌ها و قتل‌های جمعی رو می‌دادند هنوز در قدرت هستند. یکیشون حتی به عنوان رئیس جمهور منصوب شده در ایران. این چنین روزی، این چنین رأی چه تأثیری میتونه بر جنبش دادخواهی مردم ایران داشته باشه؟ با تشکر، به نظر من این خیلی تأثیر خیلی مثبتی خواهد گذاشت. چون نشان میده که با اتحاد و هماهنگی و با اینکه آدم بتونه به اصطلاح کسایی که در ایران جنایت کردن اینا رو شناسایی بکنه و به دادگاه بین‌المللی معرفی بکنه، میتونه تأثیر بذاره و روی افکار عمومی سوئد و اروپا هم این حتما میتونه تأثیر خیلی خوبی بگذاره. حالا بعد از این چی میشه اون یه موضوع دیگه هستش. ولی به هر حال همین که جنایات رژیم به یک شکلای خیلی مشخصی در یک دادگاه در سوئد و در سطح اروپایی مطرح شده، این به نظر من خیلی گام مثبتی هستش و شروع خوبی در پایین آوردن رژیم جمهوری اسلامی ایران از ایریکه قدرت هستش. هفته آینده یک اتفاق دیگری هم در انتظارش هستیم و اون رأی پارلمان بروکسل که لایحه‌ای رو باید تصویب کنه که در صورت تصویب تروریست‌های مانند دیپلمات تروریست ایرانی اسدالله اسدی میتونن به ایران فرستاده شن و طبق این لایحه مقامات ایرانی میتونن حتی رأی عفو، یعنی این حکم رو لغو کنن و عفو کنن. این اون جلسه در پارلمان چقدر اهمیت داره؟ اونم خیلی اهمیت داره. اونم به هر حال یه نشانی بود که خیلی روش اعتراض شد. خیلی از مردم و خیلی از گروه‌های سیاسی، گروه‌های حقوق بشری و حتی اروپایی اعتراض کردن و نماینده هم خیلی اعتراض کردن. ولی خب متأسفانه باید بودن کشورها همیشه بر اساس منافع خودشون حرکت میکنن و اینو میبینن که چگونه درسراشون رو کمتر میکنن. ولی به هر حال اینم یه تاثیر مثبتی که گذاشتیم بود که نشون داد که اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور میتونه در رابطه با این موضوعات متحدانه عمل بکنه برای جمهوری اسلامی ایران. حالا این موضوع مسئله این نیست که اینا میخواستن مجاهدان رو ترور بکنن یا کسای دیگه رو. این اتحاد خیلی نشون داد که مردم در رابطه با مسئله جنایتی که رژیم جمهوری اسلامی ایران در ایران انجام میده با هم متحد هستن و اینا خوب تاثیر منفیش این بین شک میشه که خیلی میگن خب چرا این کارا رو باید انجام داد. ولی به نظر من اینو نباید نگاه کرد که زندانی بودن اینا چه تاثیری میذاره. همین که ما روی افکار عمومی جامعه جهانی و به خصوص کشورهای اروپایی تاثیر میذاریم که رژیم جنایتکاری در ایران است و به مردم این آگاهی رو داشته باشن، چون نظر مردم خیلی مهمه در رابطه با آینده و اینی که در آینده به چه شکلی مسائل جلو بره. اینا به نظر من همشون نشان میده که فعلا مسئله ایران در سطح ایران و در سطح بین المللی یک شکل مشخصی داره جلو میره. اپوزیسیون در داخل و خارج متحدانه بر علیه جنایت رژیم دارن کار میکنن. با سپاس فراوان، تشکر. خیلی ممنون.